سرخط خبرها، آمریکا بلینکن قصد ندارد در سفر به دوحه با طالبان دیدار کند. نگرانی حنیف اتمر از ادامه نبردها در پنجشیر و همچنان در پایان. مولوی حسام الدین از علمای جید و شهید کشور مرگ طالبان را روا دانست. بنام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخر این ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. نگرانی حنیف اتمر از ادامه نبردها در پنجشیر. وزیر پیشین امور خارجه کشور از نبردها بین طالبان و جبهه مقاومت ابراز نگرانی کرده است. با گزارش اسپوتنیک، حنیف اتمر وزیر پیشین امور خارجه کشور با نشر تویت های از جنگ و نبردها میان طالبان و نیروهای مقاومت در پنجشیر ابراز نگرانی نموده است. آقای اتمر از طریق گفتگوها خواستار حل مشکل پیش آمده میان طرفین درگیر شده است. او از دو طرف خواسته است که از جنگ خودداری نموده مشکل پیش آمده را از طریق گفتگو حل کنند. او افزوده است که امیدواریم با غیر نظامیان که ساخت جنگ زندگی می کنند مطابق قوانین بشر دوستانه رفتار شود تا به آنها آسیبی نرسد. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین روز جمعه از دو طرف خواسته است که از جنگ دست بکشند و مخالفتشان را از رای گفتگو حل کنند. در اعلامیه دفتر حامد کرزی که بر رسانه ها فرستاده چنین آمده است: متاسفانه در این روزهای اخیر با وجود تلاش های اصلاح طلبان عملیات نظامی و جنگی در پنجشیر آغاز شد که جای نگرانی عمیق است. به همین دلیل از دو طرف می خواهم که جنگ نه تنها رای حل نیست، بلکه زخم های افغانستان زخم و درد دیده را تازه می کند و اختلال ایجاد می کند. از هر دو طرف تقاضا دارم که مشکل فعلی را از طریق مذاکرات حل نمایند تا ملت رنگ دیده ما از صلح و سعادت کامل برخوردار شوند. این در حالی است که از چندین روز بدین سو نبردهای شدید میان طالبان و جبهه مقاومت جریان دارد. هر دو طرف ادعا می کنند که به طرف مقابل تلفات سنگینی وارد کردند و در میدانهای نبرد پیشروی هایی داشتند. در همین حال ویدا سپهری در روی صفحه رسمی فیسبوکش چنین نگاشته است: فوری مولوی حسام الدین از علمای جید و شهید کشور میگوید که فعلا هیچ آمریکایی و خارجی در کشور نیست و حمله طالبان به پنجشیر تجاوز آشکار بر پرچم مسلمانان و جنایت است و هر طالبی که بالای خانه مسلمان تجاوز کند و کشته شود از دنیا به ایمان می رود. این در حالی است که آمریکا بلینکن قصد ندارد در سفر به دوحه با طالبان دیدار کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که وزیر امور خارجه آمریکا قصد ندارد در سفر خود به دوحه با نمایندگان مقامات افغانستان دیدار کند. با گزارش اسپوتنیک، وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که آنتونیو بلینکن وزیر امور خارجه دولت جو بایدن که قرار است روز یکشنبه به دوحه پایتخت قطر سفر کند تا از کمک های این کشور در جریان تخلیه افراد فرودگاه کابل تشکری کند، قصد ندارد دیداری با نمایندگان دولت جدید کابل داشته باشد. او قبل از قطر به آلمان خواهد رفت و در آنجا نیز با شماری از افغانها دیدار خواهد کرد. هدف از سفر آنتونیو بلینکن به دوحه بررسی همکاری نزدیک با ترکیه و قطر و بازگشایی حد سریعتر فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل پایتخت افغانستان عنوان شده است. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت: در دوحه با مقامهای قطری دیدار خواهم کرد و از آنها برای خدماتی که در روند تخلیه افراد ارائه دادند قدردانی خواهم کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با اشاره به اینکه ایالات متحده علیرغم تحریم ها علیه طالبان و کمک رسانی به مردم افغانستان ادامه خواهد داد تصریح کرد: این کمک ها نه از طریق دولت بلکه با وسیله سازمان های مستقل صورت خواهد گرفت. وی ادامه داد: به طور دائم با شهروندان آمریکایی که همچنان در افغانستان بوده و به دنبال خروج از این کشور هستند در ارتباط هستیم و اغلب افغانستانی هایی که از این کشور خارج شدند در معرض خطر قرار داشتند.
این در حالی است که سازمان ملل متحد هفته آینده برای کمک به افغانستان تشکیل جلسه می دهد. هشت صاف کابل. آنتونیو گودریش دبیر کل سازمان ملل متحد گفته است که مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان بیش از هر زمان دیگری نیاز به حمایت جامعه بین المللی دارند. دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه 13 سپتامبر در توییتر گفته است که این نهاد هفته آینده 13 سپتامبر در باره جلب کمک ها به افغانستان کنفرانس دایر می کند. با گفته گودریش قرار است که او در این نشست از افزایش سریع بودجه کمک های بشر دوستانه به افغانستان و دسترسی کامل و بدون مانع نیازمندان به این ها کمک کنند. با این حال مسئله پنجشیر برای طالبان یک فرصت است، زیرا آنان مجبور نیستند که به رهبران مطالبه‌گر و جا طلبی در قدرت سهم بدهند که سالهای سال حضور پررنگ در بدنه اصلی و قانون های تصمیم گیر دستگاه قدرت را سهم بلا منازعه و حق غیر قابل مناقشه خیش دانستند. به نقل از خبرگزاری افاق، گفتگوها میان طالبان و جبهه مقاومت پنجشیر متوقف شده و جنگ جریان دارد. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت گفته که حملات طالبان با شکست مواجه شده است. او مدعی شده که طی روزهای اخیر نزدیک به 350 نفر از شبای نظامیان طالبان کشته، بیش از 280 نفر آنها زخمی و 35 نفر نیز اسیر شدند. در طرف دیگر زبیالا مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شده است که افراد این گروه وارد پنجشیر شده و برخی محلات را نیز تصرف کردند. مجاهد گفته است که بعد از اینکه مذاکرات با گروه مسلح در محل نتیجه نداد، ما عملیات را شروع کردیم. آنها تلفات سنگینی دیدند. صرف نظر از این ادعاهای دو طرف در زمینه پیشرفت و دستاوردهایشان در میدان نبرد تا چه حد درست است یا نیست، شکست مذاکرات سیاسی و تلاش ها برای حل صلح‌آمیز مسئله پنجشیر پیامدهایی برای سراسر افغانستان به ویژه در زمینه حاکمیت طالبان خواهد داشت. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما ویدیوهای ما را لایک سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.